سازمان ملل خواستار توقف خشونت و تمرکز بر مذاکرات صلح شد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای چینل وان اسمارت. امید داریم که تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. به نشر از خبرگزاری افق، نماینده سازمان ملل یونما امروز پنجشنبه 22 میزان در اعلامیه نوشت که درگیری های این هفته در المان هزاران نفر را آواره کرده و با گفته این نهاد گزارش های ابتدایی نشان می دهد که غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده اند. یونما آمار از تلفات غیر نظامیان در هلمند ارائه کرده است. این نهاد در ادامه گفته است که خشونت ها فقط سختی ها و بدبختی های بیشتری را برای مردم عادی افغان به بار می آورد و گفتگوی تاریخی سال در دوحه را تعهد تاثیر قرار می دهد. یونما گفته که غیر نظامیان بار جنگ افغانستان را بردوش می گشند. با گفته این نهاد شماره از کشته و زخمی شدگان غیر نظامیان در سال جاری میلادی تا کنون کمتر بوده است، اما به نظر می رسد در هفته های اخیر تغییرات نگرانی کننده در حال رخ دادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل گفته که تنها راه برای محافظت غیر نظامیان توقف خشونت ها در افغانستان است. یونما بر توقف فوری خشونت ها و تمرکز بر دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز از طریق مذاکرات برای جنگ افغانستان تاکید کرده است. در حال حاضر مذاکرات صلح میان هیئت دولت و طالبان در قطر جریان دارد. یک ماه از آغاز این مذاکرات می گذرد، اما پیشرفت محسوس به دست نیامده است. نشست عمومی هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان شامگاه چهار شنبه 23 میزان برگزار شده و مسائل اختلافی دو طرف همچنان حل نشده باقی مانده است. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت می گوید که در این نشست تاکید شده است تا گروه های تماس رای حل موضوعات اختلافی را هر چه زودتر ارائه کنند. در همین حال جنگ هلمند وارد ششمین روز خود شده و همچنین در بخش های دیگر کشور نیز درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. تا کنون نهادهای امنیتی هم در مورد تلفات غیر نظامیان در هلمند چیزی نگفته، اما یونما میگوید که 35,000 نفر در این رویداد از این ولایت آواره شده اند. تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات خوب شما عزیزان هستیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.